سرخط خبر. اعتراض دانشگاهیان ایران به اخراج اساتید و امنیتی کردن نهاد دانشگاه. کانون صنفی استادان از وزارت کشور خواست در امور آنها دخالت نکند. تاخت و تازه ریزگردها در سراسر ایران، 60% کشور گرفتار آنها شده. هجوم مردم هرات برای گرفتن پاسپورت، طالبان میگویند صدور آن را افزایش دادند. و دلارهای نفتی در دنیای فوتبال، عربستان با جذب ستاره های خارجی لیگ های برتر را به چالش میکشد. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من باران عباسی هستم. در ایران تلاش حکومت برای تغییر فضای دانشگاه‌ها و اخراج عده‌ای از استادان اعتراض‌های تندی را برانگیخته. از جمله کانون صنفی استادان دانشگاه در بیانیه‌ای از امنیتی کردن نهاد دانشگاه و استخدام افراد همسو با حکومت انتقاد کرده و درباره تحمیل یک جریان سیاسی خاص بر دانشگاه‌ها هشدار داده. در روزهای اخیر روند برکناری استادان منتقد شتاب گرفته و بسیاری از این موج به عنوان انقلاب فرهنگی جدید نام می‌برند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. افزایش فشارها بر دانشگاه‌ها، فهرست اساتید اخراج و از کار برکنار شده بلند بالاست. در روزهای اخیر حدود 10 نفر از استادان از دانشگاه‌های ایران اخراج و یا از کار برکنار شدند. از جمله آمنه عالی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی. حمیده خادمی، عضو هیئت علمی همین دانشگاه، هر دو تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی اخراج شدند. علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران هم از کار برکنار شدند. روحام افغانی، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی هم از اخراج خود خبر داده. این هشدار کانون صنفی استادان دانشگاهی به وزارت کشور. کانون صنفی استادان دانشگاهی کشور نارضایتی و اعتراض عمیق خود را نسبت به تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن با جایگزینی رفتارهای سیاسی و باندی به جای شیوه ها و روش های علمی و نیز ایجاد موانع و چالش های حاصل از این عمل کرد، در مقابل توسعه علمی کشور اعلام می کند و هشدار می دهد که ادامه این مسیر نه تنها عواقب ناگوار برای کشور و توسعه و پیشرفت آن خواهد داشت، بلکه اهداف و خواست مداخله‌گران انحصار طلب را عملی نخواهد کرد. همزمان انتخاب امیر حسین ثابتی مجری برنامه تلویزیونی جهان آرا در صدا و سیما برای تدریس درس انقلاب اسلامی در دانشگاه شریف انتقادهای زیادی در پی داشته. این صحبت‌های او که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است در اوج اعتراض‌های پارسال در خیابان و دانشگاه. اخباری که این روز از دانشگاه می‌شنویم بیشترش چیه؟ مثلا اینه که یه جای تجمعی شد، مثلا در سلف شکسته شد که عده برن داخل. درست. یه جای تجمعی شد، یه شعارهایی داده شده که اصلا اون شعارها رو شما ممکنه تو کوچه خیابونم راحت نشنوید. اینا رو داشته باشید به عنوان بخش زیادی از اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها داره رخ می‌ده و رسانه‌ای میشه. نمی‌خوام بگم همه اتفاقات اینها، ولی اینا داره ضریب پیدا می‌کنه. بعد اسم اینو یه دمزن جنبش دانشجویی. دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های ایران نقش پررنگی در اعتراض‌های سراسری پارسال داشتند. حتی زمانی که اعتراض‌ها در خیابان کمتر بود، در دانشگاه‌ها همچنان ادامه داشت. رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم مدعی شده که لغو یا تمدید نشدن قرارداد برخی اساتید تابع مقررات بوده و عمدتاً به دلیل رکود علمی است. اما بسیاری از دانشگاهیان نظر دیگری دارند. این روایت یکی از استادان دانشگاه. برای حفظ امنیت او حرفایش را بازخوانی کردیم. قصد این دولت اخراج اساتید غیر همفکر و متخصص و جذب انسانهای وابسته و غیر متخصص در دانشگاه است. مهره‌های وزارت علوم توسط سپاه چیده می‌شوند. الان هم به خاطر ترس از اعتراض‌ها در سالگرد مهسا امینی دانشگاه‌ها را تعطیل می‌کنند یا کلاس‌ها را مجازی برگزار می‌کنند. روزنامه اعتماد در گزارشی شمار استادان اخراج شده و محروم از تدریس از سال 1385 تا مرداد امسال را 157 نفر اعلام کرده.
روندی که ابتدا با بازنشسته کردن اجباری اساتید شروع شد و حالا تنها با یک تماس تلفنی یا نامه خبر اخراج را به آنها اعلام می کنند. در گزارش اعتماد نام 58 استاد آمده که از ابتدای فعالیت دولت ابراهیم رئیسی اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار یا وادار به بازنشستگی اجباری شدند. بسیاری برخوردهای جدید با دانشگاهیان را انقلاب فرهنگی جدیدی می‌خوانند. موجی که خبر از پاکسازی جدید در دانشگاه‌ها می‌دهد. فرین آسمی، بی بی سی. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت در آمریکا با ما هستند. آقای معماریان، به نظر می‌رسه که مسئله اخراج اساتید دانشگاه از بحث اعتراضات سال گذشته عبور کرده و حکومت داره به صورت سیستماتیک استادان رو که باهاش همسو نیستن و هم فکر نیستن حذف می‌کنه. کاملا همینطور هست و به نظر میرسه که همونطور که شورای صنفی دانشجویان بهش اشاره کرده، این یک پروژه تسویه هست و نکته اصلی به نظر من این هستش که یک واکنشی هست به اعتراضات سال گذشته و واکنشی که اساتید دانشگاه و دانشجویان در خصوص اعتراضات داشتن، همراهی اونها، نکاتی که مطرح کردن و به هر حال شعارهایی که مطرح شده و اون جو عمومی که در دانشگاه وجود داشت و حمایت میکرد از اعتراضات سراسری. و نکته دیگه که به نظرم وجود داره این هستش که حکومت حراس بسیار زیادی داره در خصوص اینکه اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد در طی ماه‌های آینده، سال‌های آینده. ما شاهد اعتراضات خواهیم بود، خودشون میدونن که اتفاق خواهد افتاد، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره و نگرانی و حراسشون این هستش که دانشگاه ها و اساتید که بخشی از این اعتراضات نباشن و میخوان یک جوری این بخش رو در واقع خونسا بکنن، هرچند که به هر حال خود همین انتصابات، خود همین پالایش، تسویه حسابی که دارن انجام میدن باعث اعتراضات بسیار زیادی خواهد شد و ما هنوز وارد اون عرصه نشدیم هنوز. در بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاه به طور مشخص به نهادهای امنیتی اشاره شده و در جای دیگه هم گفته شده که وزارت کشور دخالت نکنه در امور دانشگاه. این مسئله ای هستش که ما باش سالها مواجه هستیم. در طی دهه های گذشته جمهوری اسلامی در واقع این دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی رو مثل پادگان بهش نگاه کرده، تا اونجا که تونستی نفوذ کرده در حوزه اساتید، از اساتید سفارشی و سهمیه‌ای و به هر حال کسانی که نزدیک بودن به حکومت استفاده کرد تا اونجا که میتونستن، و در حوزه دانشجویی هم سهمیه‌هایی که وجود داشته و به هر حال بافتی که سعی کردن که تغییر بدن در این سال‌ها، این آشکار هست. ولی در به طور مشخص اون چیزی که در حوزه‌های سیاسی اتفاق افتاده، از جمله مجلس، از جمله خود دولت، انتصابی که در استانداری ها میشه و بخش های دیگه، حکومت فکر میکنه که در حوزه دانشگاه هم میتونه که چنین در واقع طرز تفکری رو اعمال بکنه و اجازه بده که حالا نهادهای امنیتی که حضور داشتن به شکل های مختلف در دانشگاه، ولی دیگه واقعا بیاد بره در بدنه اصلی دانشگاه ها، در هیئت علمی ها و اساتید مورد نظر خودش رو در واقع اونجا بچینه و سعی کنه که از این مسیر در واقع کنترل کنه دانشجویان رو. یعنی در واقع طرز تفکرشون این هستش که با تغییر اساتید در واقع میتونن که دانشجویان هم کنترل بکنن، که با این کار در واقع به نظرم دو تا خطای بزرگ میکنن، خاطر اینکه این اتفاق نخواهد افتاد، دوما صدمه‌ای که میزنن به کیفیت آموزشی در دانشگاه ها، صدمه بسیار جبران ناپذیری هست و بیشتر از یک نسل رو متاثر از خودش خواهد کرد. متشکرم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از آمریکا. چند خبر کوتاه. خبرگزاری قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده برای مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز معترض، خبر داده. این خبرگزاری گفته که پرونده در پی انتشار ترانه‌ای از او تشکیل شده که به گفته قوه قضاییه غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی است. این ترانه روسری تو نام دارد و نامش به هشتگی در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق تبدیل شده. رئیس اداره محیط زیست گناوه میگوید که لکه‌های نفت در سواحل این شهرستان استان بوشهر در جنوب ایران مشاهده شده که آلودگی بسیار زیاد و گسترده را نشان می‌دهد. او گفته که منشأ این آلودگی در 3 کیلومتری گناوه قرار دارد و علت آن در دست بررسی است. از ساکنان گناوه خواسته شده که فعلا در دریا شنا نکنند.
در ایران گزارش شده که 60% کشور به درجات مختلف دچار بحران ریزگرد است. گفته می شود که ریزگرد هایی که از کشور ترکمنستان بلند شده، استانهای گلستان، خراسان و مازندران را در بر گرفته و سبب آلودگی بیش از حد هوای مناطق شمالی شده. بر اساس گزارش ها، مناطق دیگر از جمله در جنوب غرب و شرق ایران و همچنین قم، سمنان و حتی تهران هم درگیر این نوع آلودگی هستند. پیش بینی شده که این شرایط تا اوایل پاییز ادامه داشته باشد. ناصر کرامی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما هستند. آقای کرامی، علت این که ریزگردها رو قبلا بیشتر در جنوب می‌دیدیم و حالا به مناطق شمالی گسترش پیدا کردن چیه؟ درود بر شما. ببینید، یکی از بدشانسی‌های به هر حال کشور ما اینه که در محاصره یک کشورهایی که استانداردهای محیط زیستی در اونها پایینه، بهره‌برداری از منابع زیستی خیلی بالاست، مدیریت به اصطلاح اوکراینی آب به شکل بسیار غلط و نادرستی صورت میگیره در همه اطراف ما، یعنی افغانستان، پاکستان، اون بالا ترکمنستان، بالاتر روسیه و بعد این برم که دیگه عراق و سوریه و ترکیه اونا هم میدونیم. در حال این باعث میشه که ما آسیب پذیر بشیم، ما خود داخل کشور آسیب پذیر هستیم. مثلا توی مسئله ریزگردا، خب گرد و خاک محلی به شکل بسیار فزاینده تولیدش در ایران گسترش پیدا کرده و انتشارش. اما از اون طرف هم ریزگردها یک به یک، یعنی قبلا ریزگردها یه پدیده بود مربوط به غرب ایران، بعد شد پدیده خیلی تکراری و عادی در جنوب شرق ایران و حالا یک پدیده شده در شمال شرق که خب این کم سابقه است. مربوط میشه، ما اگه بخوام بگیم منشأ این حالا ریزگرد خاص چیه، باید بریم شرایط محیطی رو در اون کشورهای آسیا میانه و به خصوص ترکمنستان بررسی بکنیم. تا جایی که من میدونم مثلا اون کشورها با چرای بی‌روی دام روبرو هستن، فرسایش خاک رو به صورت گسترده دارن و خب اینجور اکستریم های اقلیمی به اصطلاح اتفاقی و دورانی کم سابقه است و نگرانی اینه که به یک پدیده پرسابقه برای اون ناحیه از کشور ایران تبدیل بشه. چقدر میشد که این شرایط رو پیش بینی کرد و جلوگیری کرد ازش؟ جلوگیری تقریبا غیر ممکنه، یعنی شما در یک صدها کیلومتر، شاید حتی هزاران کیلومتر دور از مرزهای ایران تولید این ریزگردها داره صورت میگیره و بعد این ترکیب با، چون من حالا خوندم که ذرات درشتانه هم بوده و فقط ریزگرد هم نبوده، ترکیب هر دوتا بوده، یعنی چون از همون لبه مرزی رو در بر گرفته تا خیلی پایین‌تر اومده جلو. اما مشکل اصلی ما اینه که ما باید بدونیم که یک کشور آسیب پذیری هستیم. تاباوری، حالا انواع تاباوری، تاباوری اکولوژیک، تاباوری اجتماعی، تاباوری اقتصادی، تمام اینها در کشور ما پایین تره. ما که شما تاباوری کاهش پیدا میکنه، آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه، در نقطه مقابل اون هست. طبیعتا راه حل های اقتصادی داره، راه حل های محیط زیستی داره، به خصوص در داخل کشور، یعنی اون مؤلفه هایی که تحت کنترل ماست، اینکه مثلا ما چجوری میتونیم لااقل گرد و خاک محلی رو کاهش بدیم، چجوری کیفیت زندگی رو ببریم بالا و یا با اهرم‌هایی به همسایگان فشار بیاریم که به اصطلاح رعایت ملاحظات محیط زیستی رو بکنن. مثلا خب این بر توی عراق و سوریه، یا اون بر توی ترکیه که یه مدار این بحث دجل و فرات هست، اون بر توی افغانستان مثلا بحث رهاسازی آب هیرمند هست که مثلا ریزگردها تو سیستان کمتر بشه. مؤلفه های متعددی وجود داره، اما متاسفانه دولت ایران ابزارهایی برای اینکه بتونه از این مؤلفه ها استفاده بکنه رو نداره. در نتیجه ما مکرر با این جور پدیده ها روبرو میشیم. متشکرم. ناصر کرامی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در واکنش به اخراج عده‌ای از اساتید دانشگاه در ایران، کانون صنفی استادان درباره دخالت نهادهای امنیتی و تحمیل یک جریان سیاسی خاص به دانشگاه‌ها هشدار داد. دبیر ستاد ملی گرد و غبار در ایران میگوید که 60% کشور به درجات مختلف دچار بحران ریزگردهاست. در ادامه برنامه، عربستان چطور با جذب ستاره‌های خارجی فوتبال لیگ‌های برتر را به چالش می‌کشد؟ در افغانستان اداره پاسپورت هرات اعلام کرده که از امروز روزانه 1500 پاسپورت برای متقاضیان صادر خواهد کرد. هفته گذشته و پس از اعلام افزایش صدور گذرنامه، هزاران متقاضی مقابل اداره پاسپورت هرات تجمع کردند. وضعیتی که تاکنون ادامه دارد. علی حسینی گزارش می‌دهد. شماری از این افراد سال گذشته برای گرفتن پاسپورت درخواست دادند، اما تا کنون موفق نشدند آن را به دست بیاورند. برای بسیاری از افغانها
چه در حکومت قبلی و چه در حکومت طالبان گرفتن پاسپورت واقعا یک موفقیت محسوب می شود. کابل هم درخواست ما نماد. کدام پریز از کابل آمادم اونجا منتظر موندیم. همی دقم شلوغ بود. حتی شو ما به دمی در ولایت پاسپورت کابل استاد بیریم شو هم اونجا خوشیم ما کسی ندارم. تذکیرم گفتیم شما نوبت نخود. ما یک سال و چند وقت چی کردیم؟ از الان از دیشه ما همین جیم تقریبا همین جمعیت هم هسته 5000 نفره 10000 نفره نمیفهم چندیه هیچ کس به خواست ما قبول نمیکنه. توزیع پاسپورت در دو سال حکومت طالبان در مواردی متوقف شده بود. در هرات خبر افزایش صدور آن سبب حضور این جمعیت انبوه شده که با مشکل کندی رسیدگی روبرو شدند. اومدی بازم اینا رو بگیر اگه موره بدن که ده روز بعد بیا یک ماه بعد بیا همین کم شد. شلوغ زیاد ازدحام زیاده خدا آدم مایوس میشه. هر چی بگی مایوس میشه. دست بدبختی میره. باید کم دولت به فکر ما باشه. در دیگر ولایت ها هم تقاضای دریافت پاسپورت کم نیست. ماه گذشته سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان به هرات رفت و دستور داد شمار صدور پاسپورت افزایش یابد. قبلا ما اینجاست پاسپورت روزانه تقریبا 150 تا 200 تا توزیع میکردیم. باز چیزی که جناب خلیفه صاحب وزیر صاحب آمدن و طبق هدایت از اونا گفتن که همین شهروندا پاسپورت زیاد ضرورت دارن شما توزیع زیادتر کنیم. ما توزیع زیادتر کردیم که حالت امروز شما مشاهده میکنین که به 1000 تقریبا برسید که فعلا ما توزیع میکنیم. رئیس این اداره دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که از فردا روزانه 1500 جلد پاسپورت صادر خواهد شد. روز لیستی که به ما از کابل داده شده 1000 بود، از سبب انشالله 1500 میرسه که ما توزیع آنلاین به مراجعین میکنیم. آفلاین هم به مردمی که کسانی که مستحق یعنی مریض باشه یا کلانسین باشه به حساب ضرورت به از اونا آفلاین هم میدیم. در غیر از او کسانی که ضرورت نداره اونا از طریق آنلاین بیاییم ما به از اونا اجرات میکنیم. درمان، تحصیل، اقتصاد و وضعیت حقوق بشری افغانستان سبب شده که بسیاری رفتن را به ماندن ترجیح بدهند. تمایل افغانها به خروج از کشورشان موضوع تازه‌ای نیست. قبل از حکومت طالبان بسیاری از مردم به خاطر ناامنی و اقتصاد ضعیف راهی خارج می شدند. حالا اما به دلیل مشکل اقتصادی و مسئله تازه وضعیت حقوق بشری زنان و دختران به ویژه تحصیل و کار آنها سبب شده بسیاری از افغانها چاره‌ای جز رفتن نداشته باشند. علی حسینی، بی بی سی. گروهی از نمایندگان مجلس ایران در کابل با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کردند. وزیر خارجه طالبان گفته که هیئت پارلمانی ایرانی اظهار آمادگی کرده تا تجربیات این کشور در موارد گوناگون را با حکومت طالبان در میان بگذارد. همچنین دو طرف درباره مقابله با قاچاق، مدیریت مسائل مرزی و جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز گفتگو کردند. از ملک ستیز، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، پرسیدیم چرا با اینکه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته مقامهایش پی در پی به کابل سفر میکنند. ببینین، این دیدار را از دو نگاه میشه مورد تحلیل قرار داد، یکی دیدگاه حقوقی و دیدگاه سیاسی. از دیدگاه سیاسی بله، ایرانی ها میدانند که با طالبان مراودات اهمیت داره و زمینه را برای بهبود مناسبات مرزی، مسائل آب، مسائل مربوط به تعاملات اقتصادی میان دو کشور فراهم می سازه و خب کار درستی است و باید چنین باشد. دو کشور، دو دولت و دو ملت باید مراودات با هم داشته باشند. اما از لحاظ حقوقی این مشکل دارد. مشکل در آن است که طالبان هنوز هم از طرف جامعه بین الملل بر بنیاد حقوق بین الملل به عنوان یک گروه تحمیل شده و گروه تروریستی که در رهبرانشان در لیست های سیاه جامعه بین المللی شامل هست، این مراودات را، این رفت آمد ها را وان هم نمایندگان نهاد پارلمانی یک دولت را که از لحاظ حقوقی اهمیت بسیار زیاد داره، از دید حقوق بین الملل به شدت قابل تقبیح است و نباید چنین مراودات با چنین دولت اتفاق بیفته. بنابراین ما در یک پارادوکس قرار میگیریم که هم از یک سو مراودات سیاسی را نشان میده و از سوی دیگر
از لحاظ حقوقی او را به شدت تقبیح و نکوش میکنه و این در واقع واقعیت است که بین این دو کشور وجود داره. ملک ستیز توضیح میداد با گذشت 3 روز از رهاسازی آب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما توسط ژاپن، موج مخالفت در کره جنوبی و چین بالا گرفته. چین اعتراض خود را به سازمان ملل برده و 10,000 نفر در پایتخت کره جنوبی تظاهرات کردند. آنها میگویند آب نیروگاه که 12 سال پیش دچار سانحه شد همچنان آلوده است و غذاهای دریایی را هم آلوده میکند. ولی ژاپن همصدا با متخصصان مراجع بین المللی میگوید آب رها شده سالم است. سیاوش اردل آن گزارش میدهد. یکی از بزرگترین تظاهرات و تجمعات در کره جنوبی. رهاسازی آب نیروگاه فوکوشیما از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. ولی از موج نگرانی ها و مخالفت ها در چین و کره جنوبی کم نشده. اینجا در سئول معترضانی که متشکل از مردم عادی و فعالان مدنی هستند با فراخوان یک حزب مخالف دولت به خیابان ها آمدند. آنها هم به ژاپن اعتراض دارند هم به دولت خودشان برای مخالفت نکردن با رهاسازی آب توسط ژاپن. دولت ما به جای اینکه با ژاپن مخالفت کنه به مردم خودش دروغ گفت. من به شدت با این همراهی دولتم مخالفم و اینجا اومدم که اعتراض کنم. جنایت علیه بشریت باید به خاطر این تروریسم هسته‌ای در مجامع بین‌المللی محاکمه بشه. مجامع بین‌المللی و مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که آب نیروگاه فوکوشیما را آزمایش کردند و جای نگرانی ندارند. این نکته را رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدار 2 روز پیش خود با وزیر امور خارجه ژاپن تکرار کرد. اجازه دهید اول از همه به شما تبریک بگم. روند همکاری بین ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ژاپن به ویژه وزارت صنعت و تجارت ژاپن بسیار خوب و رضایت بخش بوده و امیدواریم به همین شکل ادامه پیدا کند. ژاپن روزانه در حال آزمایش آب و آبزیان سید شده در سواحل فوکوشیماست تا در مقابل دوربین خبرنگارها اطمینان دهد که جای نگرانی نیست. حتی امروز خبرنگاران را برای بازدید از فعالیت‌های نیروگاه فوکوشیما به داخل نیروگاه راه داد. ولی چین که سواحلش نزدیک به سواحل فوکوشیماست اعتراض خود را به سازمان ملل برده. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتواند مجوزی برای ژاپن باشد که آب نیروگاه را در دریا رها سازد و این کشور را از مسئولیت‌های حقوقی آن مبرا کند. علاوه بر اعتراض در سازمان ملل، چین واردات غذاهای دریایی از ژاپن را هم ممنوع کرده. خیلی ها در چین نگرانند که دیگر نمیتوانند از سوشی که یک غذای مورد علاقه آنهاست لذت ببرند. اما در عوض غذاهای دریایی تولید داخل که سهام آنها از هفته پیش در بازار بورس بالا رفته، همینطور غذاهای دریایی وارد شده از آمریکا و اروپا به سرعت جای غذاهای ژاپنی را گرفتند. روشن نیست که تحریم غذاهای دریایی ژاپن توسط دولت چین که بازاری 500 میلیارد دلاری است تا کی ادامه داشته باشد. ژاپن قرار است تا 30 سال آینده به تدریج نزدیک به 1.5 میلیون تن آب از نیروگاه فوکوشیما را در دریا رها کند. سیاوش اردلان، BBC. چند خبر کوتاه. بازرسان روسی رسما تایید کردند که یوگنی پریگوژین، فرمانده ارتش خصوصی واگنر، در میان کشته شدگان سقوط هواپیما در روز چهارشنبه بوده. به گفته آنها، بر اساس نتیجه آزمایش‌های ژنتیکی، هویت هر 10 سرنشین جت شخصی با اسامی موجود در فهرست مسافران و خدمه مطابقت داشته. این هواپیما در محلی بین مسکو و سن پیترزبورگ سقوط کرد و هنوز علت سقوط آن مشخص نیست. پریگوژین اخیراً به شورشی کوتاه علیه کرملین دست داده بود. در سقوط یک بالگرد در جریان رزمایشی در استرالیا، 3 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شدند. چند نفر هم مجروح شدند. این بالگرد در مانوری که نیروهایی از استرالیا، فیلیپین، اندونزی و تیمور شرقی در آن شرکت داشتند، در شهر داروین سقوط کردند. آمریکا در سالهای اخیر همکاری نظامی خود با استرالیا را برای مقابله با قدرت فزاینده چین در منطقه افزایش داده.
در چند ماه گذشته لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان با بازیکنان برجسته تیم‌های اروپایی قراردادی با دستمزدهای کلان بسته که دنیای فوتبال را تکان داده. باشگاه‌های عربستانی روی هم رفته بیش از 650 میلیون دلار در فصل نقل و انتقالات تابستانی برای جذب بازیکنان خارجی مانند کریم بنزما، انگولو کانته و سادیو مانه هزینه کردند. گزارش سمیر هاشمی از ریاض رو ببینید. استقبال پرشور از نیمار در باشگاه جدیدش الهلال. آتشبازی با نمایش پهبادی همراه شد که چهره بازیکنان برزیلی را در آسمان نشان می‌داد، در حالی که این ستاره فوتبال به هزاران هوادار به وجد آمده معرفی شد. الهلال یکی از موفق‌ترین باشگاه‌های آسیاست، اما به نظر بسیاری از هوادارانش آمدن نیمار آغاز یک عصر جدید خواهد بود. برای ما خیلی با ارزشه. نیمار یه ستاره بزرگه، یه رهبر برزیلیه و کلی هوادار برای الهلال خواهد آورد. خیلی خوشحالیم که ستاره های مانند کریستیانو رونالدو و نیمار اینجا در عربستان بازی میکنند. امیدواریم لیگ عربستان به خوبی لیگ های دیگه اروپا بشه. پروژه بلند پروازانه برای تبدیل عربستان به یک قدرت فوتبالی پارسال با ورود کریستیانو رونالدو به النصر آغاز شد. بعد از انتقال کریم بنزما از رئال مادرید به الاتحاد، رکورد دیگری به ثبت رسید. از آن زمان به بعد با هجوم بازیکنان خارجی مواجه بودیم. چند ماه پیش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان 4 باشگاه برتر این کشور رو خرید. این کار باعث شده باشگاه‌هایی مثل الهلال بتونن برای جذب بعضی از بزرگترین نام‌های فوتبال جهان دستمزدهای چشمگیری پیشنهاد بدن. ورزش یکی از ارکان اصلی برنامه چشمانداز اقتصادی 2030 این کشور است که هدفش کاهش اتکای عربستان به درآمدهای نفتی است، با ایجاد صنایع جدید و جذب شرکت‌های خارجی. در راستای این هدف، لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان می‌خواهد به سرمایه‌گذاری سنگین برای جذب بازیکنان بین‌المللی بیشتر ادامه دهد. هر چقدرم که طول بکشه متعهدیم که از این کار حمایت کنیم. با این حال مسئولیتی که داریم اینه که تجاری سازی رو هم در این استراتژی در نظر بگیریم و اون رو گسترش بدیم تا بتونیم در آینده خودمون رشد مالی داشته باشیم و به طور کامل به دولت وابسته نباشیم. هدف عربستان این است که تا سال 2030 لیگ برتر عربستان را از نظر درآمد در بین 10 لیگ اول جهان قرار دهد. هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این سرمایه گذاری جسورانه در دراز مدت به ثمر می نشیند یا نه. اما این راهبرد نشان داده که کشورهای منطقه خلیج فارس برای تبدیل شدن به یک کانون بین المللی فوتبال جاه طلبی زیادی دارند. سمیر هاشمی، بی بی سی نیوز، ریاض. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.